سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امروز با این مهمون خیلی عزیز اومدیم، آقای سم گوشه، سام به فارسی میگیم بهش ما. سلام کن با بچه ها. سلام بچه ها، سام هستم در کنار ساینا عزیز. مرسی که مرسی از تو که اومدی. خودت برامون بگو ببینم چی شد اصلا یهو از کی شروع کردی کار مادلینگ و چی شد که یهو سوپر وایرال شد؟ میدونم پست فشن ویکی که شرکت کرده بودی توی ونکوور، یه ذره توضیح برامون بده ببینیم من بیشتر آشنا بشم. کار مادلینگم رو از 4 سالگی شروع کردم. کار اول مادلینگم توی میرداماد روی بیلبورد برای شرکت اکسپاران بود. چوری هم که شروع کردم این شکلی بود که با مامان بابام رفته بودیم یه دوربین بگیریم، بعد دیدن گفتن این بچه خیلی خوشگله، میشه ازش عکس بگیریم. مامان بابام قبول کردن، دیگه از اونجا شروع شد. بعد از اون شروع کردم با مجله های مختلف روی فرانکاور همشون بودم. بعد خودت کانفورتبل بودی با این شرط؟ من هیچ وقت دوست نداشتم، همیشه گریه میکردم، میخواستم بریم. آره، ولی همیشه اتفاق افتاد، رفتم برای ما یونیسف هم مدلینگ انجام دادم. بعد از اونجا بود که دیرکتور ها اومدن و کارگردان ها شروع کردم فیلم بازی کردن. اولین فیلمی که بازی کردم پسر آدم دختر هوا بود، برام بود جوان حامد کومیدی. من چقدر اون فیلم ها فقط من دوست داشتم و میدیدم. شما هم فکر کنم همه البته این فیلم رو دیدن دیگه، قاعدتا خیلی فیلم هیتی بودش به زمان خودش. آره خوب بود، خیلی. من تازه جدیدن دیدمش، بعد تازه فهمیدم جریان چیه، قبلا دیده بودم. فقط آره. اون موقع چند سالت بود که تو فیلم پسر آدم دختر هوا؟ فکر کنم 10 سال اینطورا بود. آره چرا بچه بودم، 8 سال 9 سال. آره خب بعد اون انجام دادم. تجربت اونجا چطور بود؟ اونجا خیلی خوب بود. بعد تو وقفه هم افتاد بین تایم کاریت، یا مثلا تایمی بود که استاپ کردی مثلا یه مدت انجام ندی کار حالا بازیگری مدلینگ، یا همیشه بوده؟ یه وقفه افتاد، یعنی بعد از یه مدتی باید دیگه کات میکردم کارمو به خاطر مثلا یه ذره پرایوسی. بعد تو گفتی که الان دوست نداشتی اصلا الان، ولی طبقه حالا شناختی که من ازت دارم و کارهایی که همه دیدن ازت، فکر کنم علاقه پیدا کردی خیلی، چون حالا به غیر از فیس زیبا و هنری که داری خیلی احساس میکنم عشق میدی به کارت، با حوصله کار میکنی، دوست داری کارتو. کارم رو دوست دارم و اونم فقط به خاطر عشقم به مردم. من آدم ها رو خیلی دوست دارم، یعنی سعی میکنم هر کسی که میبینم تا جایی که میتونم آشنا بشم باشون. خدا اینکه هر کسی داستان خودشو داره و همه یه تجربه هایی دارن که حتما میتونه تو زندگی کمک کنه به آدم. برای همین به خودت خیلی... چقدر فکر میکنی یوزفول و این که میتونی به آدم های دیگه، آدم هایی که دور و برتن، حالا در حد هر کسی به اندازه خودش، فکر میکنی چقدر میتونی کمک کنی به آدم الان در آینده؟ من بزرگترین کاری که میخوام انجام بدم یه حالت اینفلوئنس داشتن روی ایرانه و کسایی که ایران هستن، که دوست دارم فرهنگ اینجا رو و با فرهنگی که از ایران یاد گرفتم، خوب و بداشو که دیدم، میخوام با هم یه تلفیق کنم و یه پکیج خوبی رو یاد بدم به مردم. آره دیگه، کلا آدم هر تجربه قشنگی که پیدا میکنه دوست داره مثلا با دیگران شیر کنه، درسایی که میگیره رو دوست داره دیگران اشتباهش رو تجربهش رو استفاده کنن، کمک کنن. ولی خب یه داستانی هم که هستش توی هر شخصیت هر آدمی، متاسفانه همه باید اون کاری که میخوان رو انجام بدن، ضربش رو ببینن تا متوجهشن. برای اون چیزی که تو 100% تو میخوای بذاری هیچ وقت نمیشه، اون اینفلوئنس 100% نمیگیره. ولی خب خیلی خوبه که میخوای این کار رو انجام بدی و فکر کنم داری. یادم سر بازی های جام جهانی خیلی
ترکوندی سر یه سخنرانی که کردی. آره، هم باساب خیلی خوب داشت هم باساب بد داشت. دیگه یه سری هستن که قبول میکنن، یه سری هستن قبول نمیکنن، هر کس نظر خودشو داره. ولی باساب خوبش فکر میکنن بیشتر، خیلی بیشتر بود. خیلی بیشتر. یعنی من اصلا حالا به غیر از این که سم دوستمه و مثلا به عنوان این که خودم مثلا استوریشو دیدم، بعد از این دیدم که چقدر آدمایی که توی اینستاگرام منن، چقدر از فالوورای من، چقدر از فالوینگای من توی اکسپلور، چقدر ویدیو وایرال شده و چقدر همه تایید کردن حرفاتو و چقدرم براشون جذاب بود که یک پسری حالا به نسبت با سن کمتر از کسایی که تجربه هاشون بالاتر، سنشون بالاتر، اومدن سخنرانی کردن، حرف زدن، خیلی تو قشنگ تر توضیح دادی. این خیلی قشنگ بود برای من. بعد راجبه حالا یه ذره ایران صحبت بکنیم با هم. یه سری موزیکای انقلابی اومد بیرون این چند وقته، نمیدونم کدوم ها رو گوش کردی، کدومش رو دوست داشتی، کدومش به نظر تاثیرگذار بود؟ بهترینش که برای بود، برای خیلی قشنگ بود. یعنی یه چیزی که میمونه. آره تا بعد فکر کنم امسال گرمی هم برنده بشه این موزیک. امیدوارم. منم احتمال خیلی زیاد حقشه. 100%. 100%. دیگه به غیر از حالا برای خیلی از موزیکایی که خیلی از آرتیستایی که خارج از ایران بودن ترک دادن، مثل گروه وانتونز، امیر تتلو، خیلی از خیلی خیلی زیاد از آرتیستامون موزیک دادن. من خودم اکثرش رو بشه گوش کردم تا جایی که تونستم. همشون به نظرم خوبی های خودشو داشت. یه سری بود خارج از بحث بود، من زیاد یعنی به بهونه بود، به اون بهونه بود، ولی زیاد چیز نکردم. فیوریت خود من به غیر از حالا برای که اولیش بود، موزیک کوروش بود، آهنگ ما. برای اشتباه 57 زنده باد انقلاب نسل 82 زن بگو. به نظر من اون یکی از قوی ترین موزیکا بود و بعد از اونم باز هم موزیک خودش یه روزی. همه کوچه خیابون رو زدم بی وقف فریاد. خیلی قشنگ، خیلی هماسی، هر دوشون خیلی خوب بودن. آره اون دوتا رو منم خیلی دوست داشتم. الان اگه شرایط ایران جوری بشه که بشه با آرامش زندگی کرد، بشه خوشحال زندگی کرد، بشه حال آدم ها همه خوب باشه، یه کشور نرمال بشه مثل بقیه کشور دیگه، و تو اگه شانس اینو داشته باشی که برگردی ایران زندگی کنی، آیا برمیگردی؟ و اگه برگردی چه بیزینسی رو رام میکنی؟ چی کار میکنی تو کشور خودت؟ من 100% برمیگردم و اگرم برگردم میرم تو ورشه هنر، همین بازیگری و مدلینگ، و احتمالاً هم برم تو لاین کلودینگ، یعنی لباس و برند خودم. آره منم خیلی دوست دارم این کارو بکنم. اگه یه روزی بخوایم برگردیم تو ایران زندگی کنیم، خدا کنه بزودی. بزودی برای بچه‌ها، کسایی که ایرانن، حرفی داری که دلگرمی باشه، حال خوبی باشه توی این روزا؟ حال خوب که این روزا سخته پیدا کردن، ولی یه چیزی که خیلی به من کمک میکنه که در زمانهای سخت یعنی سپری بشه، زمانه که بهش خیلی اعتقاد دارم. همه چیزو درست میکنه، بهش فقط باید زمان داد. خب یه ذره سوالای پرسونال ازت بپرسم. ببینیم سوال همه که بوده. گفتم این اول ازت بپرسم ریلیشنشیپ ستاتوست فعلا چجوریه؟ به ما بگو در حال حاضر. سینگل هستم. توی رابطه، نمیدونم حالا رابطه طولانی مدت توش بودی یا نه، ولی رابطه رو به نظر تو چه چیزایی تکمیل کننده رابطه است؟ چه چیزایی پایه اصلی یک رابطه است؟ هدف، یعنی هدف مشترک. دقیقا هدف مشترک. یعنی اگه میخوای فقط یه دوست دختر بگیری که فقط دوست دختر داشته باشی و هدفی پشتش نیست، کار فکر کنم بیهوده ای. یعنی تو مثلا اگه بخوای وارد رابطه شی، با یه هدف مشترک وارد رابطه میشی؟ سعی میکنم یا با کسی که تا بیشترین حد بتونه کمکم کنه که بهترین شخص خودم باشم. یعنی از دختر ایدئالت هم میذاره برامون بگو، بر بچه ها بگو. دختر ایدئال دختری که دوست مد نظرت، به نظر دختری که دوست داری در آینده
توی رابطه باهاش بری دوست داری چه شکلی باشه، چه پرسونالیتی رو داشته باشه، چه چیزایی رو نداشته باشه، چه ظاهری داشته باشه، چه ظاهری نداشته باشه. بالاخره پیدا میشه. پرسونالیتی خیلی مهمه. پرسونالیتی خیلی دوست دارم که یه شخصی باشه که outgoing باشه، یعنی با همه بتونه ارتباط برقرار کنه. کسی دوست دارم که فقط با خودش دوست حال کنه یا فقط گروه کوچیک داشته باشه. بخوام که من عاشق مردم و دوست دارم تا جایی که میتونم آدم رو بشناسم و یکی رو میخوام که با من بتونه این کار رو انجام بده. خودت هم فکر میکنی همونقدر میتونی تایم بذاری برای طرف مقابلت؟ منظورش مثلا تو انتظار داری که دوست دخترت باهات مثلا آوت گوینگ باشه، باهات بیاد بره، با دوستای خود معاشرت کنه، گروه دوستای خودش هم بزرگ باشه؟ آره، هر جور دوست داره، یعنی هر جور راحته. خب تو اون زمانه رو میذاری براش خودت هم؟ 100%. یعنی یه چیزیه که متقابل، یعنی همون هدف است که وارش میشی. خب از ظاهرش بگو برام. ظاهر برام ظاهر که مهمه 100%، ولی خب ظاهرهای مختلف هستن. هر دختری به نوبه خودش قشنگه. شخصیتی که مهمه، شخصیت برات بیشتر مهم. یه بازی میخوام باهات بکنم. یه سری وسایل دخترونه هست، لوازم بهداشتی زنونه هست. یا علی، یه بهت نشون میدم ببینیم کدوماشو میشناسی کدوماشو نمیشناسی. آماده ای؟ من اطلاعات عمومیم بالاست. میگم گفتم خب این مو پا رو میزن شیف میشه. این برای موه. سشوار. سشوار شی؟ سشوار برای چی؟ چه کاریه؟ خوش کردن یا خونم برای چی میگم فر یا اینا ایمپلنت بود؟ ایمپلنت نیست؟ نمیدونم. اینایی که نمیدونی چیه رو میذارم آخر یه بار دیگه مرور میکنم. اینا رو میذاری لوی پاد انگوشتت هم بکنید. مر صورته؟ چی؟ تمیز کردم. بلدی ها؟ واقعا؟ نمیدونم چیزا رو کجا بلدی؟ من که سر درست دیگه نه اینو نبند نشون بدیدادم تو این میگوی اینم برای فرموجی خودم استفاده. خیلی زرنگ. لانچی که نه بذاری نگاش کن به نظرت به چه کاری میاد. شیلنگ کجا کجا برای دسته یه آها برای چیزه مور رو میکننه. آفره ولی برای پشت لبه. اینو یه چیز داغ باید توش بذاری. یه ظرف میوه هست اینقدر شادگرسو. این چجوری توش اصلا چیزی میریزن که شادگرسو؟ او گرمتن نه اینجا اینا میله هست اینجور خالیه واسه نمیم پیرید کپ اطلاعات مومین با دست چپستیک. There you go. دوتاشو نتونستی حدس بزنی. خب این دوتا رو بهت یه هینت میدم که برای تقریبا چی استفاده میشه. اگه این دوتا رو بتونی حدس بزنی ما توی از توی کامنت ها قرعه کشی میکنیم به دوتا از بچه ها جایزه میدیم. یا اول از وظیفه سنگینی بشه جایزه بچه ها دست تو. خب بگو شاید یه ذره بیشتر مقصد کن. مال بدنه. آها اوکی این هم یه چیزی رو هولد میکنه توی لوازم خانوما از میکاپ. چی توش میره؟ براش؟ درست؟ براش؟ بچه ها ما یه قرعه کشی انجام میدیم از توی کامنت ها
باسم براتون ویدیوشو میذاریم، جایزه داریم براتون، چون که ویدیوی اولم هستش گفتیم که دوتا، حالا بخوای سه تا جایزه میذاریم، قرعه کشی انجام میدیم، ببینیم چی میشه دیگه. خب تو به غیر از انگلیسی که میدونم صحبت میکنی، فارسی هم که حرف میزنی، به غیر از انگلیسی و فارسی زبون دیگه ای هم صحبت میکنی؟ یه ذره اون عربی که به زور یادمون دادن تو دبستان و راه نمایی. فرانسه ولی صحبت نمیکنی؟ نه الان. بعد تو چند سالگی مهاجرت کردی اصلا؟ چون فارسیت هم به نسبت انگلیسیت، انگلیسیت من فکر کنم خیلی بهتر از فارسیت باشه، ولی چیزایی که میگی خیلی تایمی نیستش که زیاد مهاجرت کرده باشی، چون تو ایران هم زندگی کردی. بله، مثلا 2017 اومدم کانادا، بعد رفتم گراند پری آلبرتا، اونجا زندگی کردم. دلیلی هم که انگلیسی من قد یعنی خوب شد مهاجرت هم به اونجا بود، بخاطر اینکه اونجا همه کانادایی هن و هیچ جا نمیشه فارسی صحبت کرد، یعنی فقط باید انگلیسی صحبت میکردم و تنها جایی هم که میشد فارسی صحبت کرد خونه بود. برای همه من خیلی کمکم کرد که انگلیسی رو سریع یاد بگیرم. بعد کی موو کردی ونکوور؟ 4 سال پیش. یعنی الان 4 ساله که توی ونکوور داری زندگی میکنی. دانشگاه میری؟ کالج. کالج. چی میخونی؟ بیزنس. دوست داری؟ دوست دارم. بعد میبینی که فیوچر جابت باشه؟ هر کاری من عقیده دارم که بیزنس توش هست و کار آیندم بیشتر سمت هنر و مدلینگ و بازیگریه و همیشه هم دوست داشتم یه بیزنس موفق خودم رو در کنارش داشته باشم از بچگی. خواستم اتفاقا الان راجع به همین بیزنس آیندت صحبت کنم. خودتو چی میبینی 10 سال دیگه؟ خودتو توی یه شغل ثابت که مثلا از 10 سال دیگه بپرسن که تو چی کاره ای، اگه یه چیزی باید بگی چی میگی به عنوان شغل اولت و اصلیت؟ اکتر، بازیگر. مدلینگ؟ نه نه، من مدلینگ مثلا میگم کدوم مغازه رو رفتی که مثلا مدلاش رو دیوار دیدی و یادت مونده مدلاشون کی بودن؟ دقیقا. و مدلینگ هم فقط برای یه مدت محدودی میشه انجام داد و هنری نیست، فقط یه نعمتیه که خب خدا قیافه خوب داده، همین شکلی هم میتونه بگیره. مغز آدم فور نباشه، اون بابا همیشه به میگن به هیچ درجه نمیخور آدم. خیلی ها پرسیده بودن که سم شبیه کیه، مامانش یا باباش؟ مامانه. شبیه مامانتی؟ من چهرم شبیه مامانم. برادرم نداری؟ نه، تک فرزند. خب دیگه، ولی فیزیکم شبیه بابام. فیزیک شبیه بابا تا؟ آها، فیزیک بدنی شبیه بابا، صورتی شبیه مامانی. بعد فکر میکنی که موندگاری تو کانادا؟ فکر نکنم. سفر کردن دوست داری کلا؟ دوست دارم. مثلا بری، دوست داری مثلا فکر میکنی از اینایی باشی که یه جا ثابت زندگی میکنی، حالا فقط برای بیزنس میری سفر، یا از اینایی که هر چند سال یه بار مهاجرت میکنن؟ من خودم اولش از اونایی باشم که سفر میکنه، ولی در آینده میخوام جای مختلف جای خودم رو داشته باشم که بتونم برم جای مختلف. خب از فشن ویک ذره برامون بگو که توی ونکوور انجام دادی، چی شد اصلا سر از اونجا در آوردی، انقدر وایرال شدش؟ من فشن ویک ونکوور رو 2 بار انجام دادم. دفعه اولم دوستم بود، پارمیس اسمشو میبرم بخاطر اینکه بگم به هر جا رسیده باشم فکر کنم مدیون پارمیسم الان. شما واقعا ممنونی اصلا اینجا ازت. رفتیم اونجا، کستینگشو رفتم انجام دادم، نمیدونستم چه شکلی قرار باشه و یعنی نمیدونستم اگه بتونم قبولشم برم انجامش بدم. فقط رفتم. اولیش کی بود؟ اولین باری که رفتی؟ حدودا 1 سال پیش تقریبا. بعد اولی انجام دادم، خیلی ساکسسفول بود، یعنی خیلی موفق بودم توش. تو هر روزش تونستم برای دیزاینر را یعنی را برم و روزایی بود که حتی شد 2 بار انجام بدم. یعنی تو خاطر تایم محدود تو فشن ویک مدل ها نمیتونن چند بار با دیزاینر های مختلف برن، ولی خب این موقعیت برای من پیش اومد که بتونم با دیزاینر مختلف کار کنم که اولیش خوب بود که رفتم کلی آدم های جدید دیدم، کسایی که توی این فیلد خیلی اکتیون و کار میکنن
که بعد شد تری دومش. کسی هم بود که مثلا خود جدید باشه و فرست اکسپریانسش باشه؟ خیلی خیلی زیاد بودن. یعنی رفتیم اونجا محیطش خیلی جالب بود، یعنی همه پسرها بودن، همه دخترها بودن، توی مکان خیلی بزرگی همه نشسته بودن، کل روز همه با هم دیگه بودیم. اولش که رفته بودیم همه با هم دیگه آشنا شدیم، به خاطر اینکه چند روز بعد با هم دیگه می بودیم کل روز، که بعد روز اول همه با هم دیگه آشنا شدیم و خیلی همه سری با هم دیگه دوست شدن. و همین باعث شد که سری دومش تو ونکوور فشن ویک رفته بودم دیگه همه هم دیگه رو میشناختیم و خیلی راحت تر. برای روز دوم که اون شو رو برای ایران انجام دادیم، چند روز قبلش مسیج گرفته بودم ازشون که این اتفاق قرار بیفته و خیلی خوشحال بودم که میتونم بخشی از یه ساپورتی باشم برای کشور. اون روز که اومد یکی از فوتوگرافرای اونجا عکاساشو میشناختم که عکاس مجله ووگ، بهش گفتم اگه این عکسو بتونی بگیری این عکس خیلی عکس خوبی میتونه باشه. خود قبلش دیزاینو دیده بودی طرح و اینا رو؟ تو پروف نمیدونستم. آره اون اول پروف کردیم دیدم، بعدش دیگه بعد شو تایم بود که بعد انجام میدادیم رفتیم. فکر میکردی که انقدر وایرال بشه؟ میدیدی؟ بکنم اولین طراحی لباسی هم بود که برای حالا شرایط ایران و با دیزاین زن زندگی آزادی اومدش توی این شرایط بیرون. خیلی کار قشنگی بود. خیلی من خیلی اتفاقا من اولین باری هم که دیدم و فکر کنم همه تقریبا بچه ها که تازه باهات آشنا شدن سر همون پست بودش که خیلی وایرال شد و خیلی چیز عجیبی بود، چون در درجه اول خیلی ها نمیدونستن تو ایرانی. خیلی ها. یعنی اصلا فکر کنم 97% از بازدید کننده های اون پست پشماشون ریخته بوده چه اینجوری بخوام بگم که تو ایرانی هستی. و من خودم اصلا چون چهره یونیکی داری به عنوان یه پسر ایرانی و خیلی این ترکیب بندی اون لباس حالا زیبایی که طراحی کرده بودن، اون فیس تو با همه اینا خیلی ترکیب قشنگی شده بود و به نظر من حالا تمام اینو بخش بخش قشنگش کردش. پس خوشحالی از بازدیدی که گرفتی؟ از بازدیدش خوشحالم. بعد اون چه اتفاقی افتاد؟ بعد اون من اکانتم حدودا 4000 تا فالوور داشتم. زیر یه ماه از 4000 تا رو رفت 57000 تا شد و اینو من واقعا مدیون همه دوستان عزیز هستم و کسایی که فالو میکنن، یعنی خیلی ارزش من بود. یعنی همه به این پیام میدادن، خیلی انرژی خیلی خوب بود، یعنی هیچ کس نبود که حرف بدی بزنه. یعنی خیلی خوشحال بودم از این قضیه و خیلی احساس خوبی داشتم که میتونم یعنی صدای مردمم باشم و این کار رو بتونم انجام بدم. حس قشنگیه دیگه. در طول روز چی کار میکنی؟ مثلا سم از موقعی که بیدار میشه تا موقعی که میخوابه چه کارایی رو 100% تو طول روزش باید انجام بده، چه کارایی رو نباید 100% انجام بده؟ من نباید رو اول نباید ها که زیادن میدونین، ولی خب باید سعی کنم که اونا رو بذارم کنار. یعنی من بزرگترین چیز فکر کنم برام گوشیه که تلفنم خیلی از زندگی مداره تلف میکنه احساس میکنم و مشکل خیلی بزرگیه برای همه. دقیقا و واقعا خیلی نگرانم نسبت به نسل آینده و خیلی دوست دارم ببینم چه اتفاقی. خیلی زیاد یعنی منتظرم که ببینم ریت خودکشی چقدر به چقدر میرسه و اونم چیزی نیست که بخوام یعنی بهش یعنی دوست داشته باشم ببینم، ولی میدونم که این اتفاق خیلی زیاد میفته. متاسفانه اصلا تکنولوژی خیلی ساله آدم ها رو از هم خیلی دور کرده، خیلی دوری ها بی تفاوت شده، خیلی چیزا واقعی نیست دیگه. هیچی دیگه واقعی نیست. آره همه چی فیک شده. دقیقا خیلی فیک شده. خیلی دیگه هیچ وقت نمیتونیم جوری که باید باشه زندگی کنیم. یعنی مثلا تو پریفر میکنی اگه مثلا بهت بگن که این همینجوری ادامه پیدا میکنه، پیشرفت میکنه، میره بالا، دیگه خودت میدونی دیگه تا 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگه همینجوری اگه با این سرعت بخواد ایمپروو کنه بره بالا چی میشه؟ یا برگردیم به اون زمانی که there is no technology at all، هیچی تکنولوژی نبودش، نامه و نامه بازی و کفتر بازی و
این چیزا بود. کدومش رو پریفر میکنی؟ فکر کنم کفتر بازی. که هیچ چیزی که درست کردیم برای خودمون واقعی نیست. یعنی به صورت طبیعی ما احتیاج به این همه کانکشن با آدم های مختلف نداریم. یعنی به صورت طبیعی تو به عنوان یه انسان نباید با ارتباط با یه نفر در یه کشور دیگه باشی. ولی یه اتفاقی که داره میفته، یعنی اکسپند داره میشه همه چی. و میتونه خوب باشه و میتونه بد باشه. دو تا نسل تا نسل دیگه رو چه جوری میبینی به نظرت؟ من خیلی فاکت اپ میبینم. من اصلا نمیبینم. نمیبینم. این شکلی که داره پیش میره همه چیز خیلی نگرانم. واقعا یعنی تو میگی تا سه نسل دیگه کره زمین فکر کنم خودمون نابود کنیم. ولی نمیدونم. باید بریم ببینیم چی میشه. بخاطر اینکه الان تقریبا داره میشه. یه ذره راجع به فیسز وست برامون بگو، اصلا چه جوریه، چی شد که رفتی اونجا، چی کار کردی؟ یه سری ویدیوها من دیدم ازت که اونجا شو اجرا کردی، خیلی چیز خفنی هم بودش. چند تا کاتگوری مختلفو دیدم اجرا کرده بودی. یه توضیح بده بچه‌ها هم فکر کنم براشون خیلی جالب باشه آشنا بشن. حتما. Faces West یه حالت سمیناری که هر سال برگزار میشه اینجا توی ونکوور که مدل ها و بازیگرها از سراسر کانادا میان اینجا و هر کسی یه فی رو پرداخت میکنه که بتونن توی این مسابقات شرکت کنن. بعد از این پولی که در میارن این مؤسسه سکاوت ها از کشورهای مختلف و برای ایجنسی های مختلف و ایجنسی های برای بازیگری و مدلینگ رو میارن و در طی 4 روز یه سری مسابقات مدلینگ و بازیگری برگزار میشه که تمامش جلوی کراود، یعنی مردم که نگاه میکنن برگزار میشه و تمام داورها و اسکاوت ها. که در طی این چند روز من 4 تا مقام رو بردم اونجا. روز به روزشو میگم که همه آشناشن ببینن چه شکلیه. فقط قیافه زیبا نداره، تالنت های تو. هم خواستم راجع به تالنت هات هم بذار برامون بگی، به غیر از حالا کارهای مادلین که همه میدونن و یه ذره اکتینگ که راجبش الان صحبت کردیم، بیشتر دوست دارم راجع به تالنت هات هم برامون بگی که بدونن بچه ها چقدر همه فن حریفی. روز اولش روز cold reading بود. cold reading یعنی که یه صحنه رو از یه صحنه بازیگری رو میگیری و 15 دقیقه وقت داری بخونی، سری باید بفهمید که چه اتفاقی داره تو صحنه میفته و باید بری اجرا کنی هر چیزی که فهمیدی. ولی تایمش، تایملاینش 15 دقیقه است. بعد اون شو اولش بود، یعنی قسمت اولش بود. اون روز برای روز اولش بود. روز دوم مدلینگ واک بود، کانتست بود که مدل ها می رفتن باید خودشون نشون می دادن که واک بود. بعدش مونولوگ کانتست بود که هر کس یه مونولوگ 1 دقیقه رو باید حفظ می کرد و جلوی داورا و همه بیننده ها اجرا می کرد. بعد از اونم فیتنس مدل رانوی بود که با لباسای ورزشی باید دوباره واک میکردن مدل ها. روز بعدش میشد کامرشل دی که میشد همه باید یه تبلیغی برای خودشون درست میکردن و باید یه چیزی رو میفروختن. بعد یعنی کل این روزا اونجا بودیم، همه این 4 روز به مدل ها همه کانادا میان. آره خیلی خیلی جای جالبی. چیزی به غیر از حالا جبه ایژوکیشنال و حالا فان و کاریش، ببخشید کاری و چیزش، فانم بوده برات یه چیزی تجربه های جدید آدم های جدید آدم میبینیم. دقیقا از تمام کانادا خیلی آدم های با استعدادی میان و آدم های خیلی بزرگی رو میبینین اونجا که خب خیلی خوب بود. تونستم با آدم خیلی زیادی کانکت بشم و خیلی کمکم کرد. آره دیگه کلن دنیا روی کانکت چه میچرد. دقیقا. بعد روز آخرشم که بعد اون کامرشیاله بود که بعد روز سومش برنده رو اعلام میکردن. بعد سر هر روز پس اعلام نمیکردن، همش با اونجا میشد روز آخر. یه چیز دیگه هم بود که چند نفر بودیم؟ حدودا 900 تا کانتستر بود. آره. از 3 ساله داشتیم تا 60 ساله و همه هم مدلینگ هم اکتینگ انجام میدادن و خیلی جالب بود.
یه چیز دیگه هم بود که کانتست برای فوتو بود که مدل ها عکساشون رو بهترین عکساشون رو میگرفتن میرفتن جلوی اسکاوت ها از تمام ایجنسی های دنیا و جلوشون رد میشدن. اگه ایجنت ها باید صحبت کنن میتونی باشون صحبت کنی، اگه نه که همچیری باید بری و اگه بخوان اسم تو میگیرن و اطلاعات تو. که اونجا رفته بودم همشون میگفتن تو شبیه تام کروزی، بعد بری فیلم بازی کنی، یعنی اصلا مدلینگ اصلا اینجا نمون انجام بده ولی بیشتر تو بازیگری فوکس کن. که اون خیلی خوب بود. و روز سوم وقتی بند رو اعلام کردن من تو مونولوگ اول شدم بخشش، اون یه دقیقه برای بهترین فیتنس مدل شدم. 900 نفر اول شد تو بخش خودمون دیگه، بچه ها هستن و بزرگتر ها و هر کدوم بخشی سنی اول شدم و فیتنس مدل اول شدم. بهترین عکس ها برای من بود و سوم شدم برای کولد رید. آره. و خیلی خوب بود. و روز چهارمش هم روزیه که تمام اسکاوت ها تمام مدل ها رو که میبینن انتخاب میکنن که کدوم ها رو میخوام باشون فیس تو فیس این پرسن صحبت کنن. که روز چهارم که رفته بودم دیدم که 9 تا ایجنسی انتخابم کرده بودن که تونستم با همشون صحبت کنم. از سر سر جان خیلی حس خوبی بود. این نمیستم چیکار بکنم. استرس نگرفته بودی؟ خیلی استرسه که نمیدونی چی کدوم رو باید انتخاب کنی. یه دونه مثلا از ژاپن هست، از بنکاک هستن، از لندن هستن، از تورنتو. باید یه دونه رو انتخاب میکردی از بین اون 9 تا؟ آره دیگه، باید یه دونه انتخاب کنی به عنوان مادر ایجنسیت، ایجنسی مادر که بقیه به اون میتونن کار کنن. که یه دونه رو انتخاب کردم تو نیویورک که الان با کوبی منیجمنت هم فشن اونجاست. آره نیویورک هم الان به زودی دارم اگه خدا بخواد میرم LA برای LA فشن ویک. ونکوور فشن 100% دیگه موفق خواهی بود خدا کنه. ونکوور فشن ویک اینجا فشن ویک بزرگیه ولی سرتیفاید نیست، یعنی تو خود رانوی ها، ولی تو LA و میلان و نیویورک اونا هستن که دارم میرم سمت. خب از پروژه ها و فشن ویک های بیشتری در راه داریم از شما. خیلی هم عالی. خیلی خب بریم برای خدافظی با بچه ها. سمه عزیزم خیلی ازت ممنونم که اومدی امروز. واقعا امیدوارم که بهترین ها برات اتفاق بیفته. همیشه مطمئنم یعنی بهترین ها برات اتفاق میفته 100%. یه دوست دختر خوبم ایشالله با چیزایی که گفتی فکر کنم. آره یه قرعه کشی هم میخواییم بکنیم برای سمت دوست دختر مرسی که اومدی خیلی لطف کردی. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. ممنونم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام سمو براتون میذاریم این پایین، اینستاگرام خودم هم میذاریم این پایین. ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین. میبینیمتون تا برنامه های دیگه. خدا نگهدار. بهترینین.